سلام، امروز سه‌شنبه 14 آبان ماه، من شکوفه نبی‌زاده با بسته خبری شبانه 2020 همراه باشید. شنیده های خبرنگار کرمان‌نو حکایت از آن دارد که دوران سرپرستی محمود آبادی در سیرجان رو به پایان است و به زودی وی در اداره کل اتباع خارجه مشغول به کار می شود. بنیاد برکت با سرمایه گذاری 10 میلیارد تومان و ایجاد 300 طرح اشغالزایی حامی شهرستان فهرست شد. تکمیل سالن فرهنگی ارشاد، ساخت 20 مدرسه و احداث سرویس های بهداشتی مناظر خاصه معاون استاندار از بنیاد برکت است. طبق اصلاحیه اداره کل هواشناسی، طی 3 روز آینده وقوع طوفان شن و خاک و کاهش دید افقی در مناطقی همچون ریگان، فهرست و کبیر شهداد دور از انتظار نیست. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داده که اعضای فراکسیون گردشگری مجلس در آینده نزدیک برای بازدید از اماکن گردشگری و دیدار با فعالان گردشگری به کرمان می آیند. انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده ها صبح امروز در سالن ورزشی شهدای کارگر برگزار شد. رامین جعفری در حالی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده هاست که پدر وی یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف کرمان است. رامین جعفری در خصوص انتخاب این کار به کرمان‌نو گفت شده دیگه. سید علی خانی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان گفته 15 سامانه ثبت تخلف جدید در محورهای کرمان بافت و رابر جیرفت با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال نصب شده. فردا هوای کرمان کمی ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود. حداکثر دما 21 درجه و حداقل دما 11 درجه پیش بینی شده. شما هم میتونید سوژه‌های خودتون رو از طریق تلگرام به آیدی @sn newsone و از طریق اینستاگرام به آیدی @sn kerman _9 و همچنین از طریق واتساپ به شماره 935 344005 برای ما ارسال کنید. خدا نگهدار.